سلام به همگی، شبتون بخیر باشه. سلام دوستان، خیلی خوش اومدیم به کلایو امشب. های هلو گایز، سلام دوستان، سلام به همگی، خیلی خوش اومدین. کلایو امشبمون با استاد قلی زاده هست که در واقع مکالمه سوپر ادوانس رو قرار هست که کاور کنیم. تا آخر لایو حتما همراهمون باشین دوستان، چون که نمیدونم کیا که لایو قبلی جوین بودن. موضوعی که امروز قرار کار بکنیم خیلی پرکتیکال و همچنین کانتروورشال هست. پیشنهاد میکنم که حتما تا آخر لایو همراهمون باشین دوستان. صدا تصویر اوکی؟ Hello everyone. Hi, welcome to tonight's Clive. If I'm not mistaken, it's our fourth Clive with Mr. Qulizadeh. خب خدا شکر صدا تصویر اوکی. دوستان برام کامنت کنین تا استاد جوین لایومون بشن. برام کامنت کنین که یادتون هست موضوع کلایو قبلیمون چی بود. خب خدا شکر صدا تصویر اوکیه. بچه ها برام کامنت کنین که کلایو قبلی در مورد چه موضوعی صحبت کردیم. به رسم عادت جا داره که من دوباره بگم ما هر شب ساعت 10 به جز جمعه ها و شنبه ها ساعت 10 شب کلایو برگزار میکنیم با اساتید مختلف در سطوح متنوع. یک شنبه چهار شنبه ها با استاد خدا بندلو مکالمه مبتدی تا متوسطه، دو شنبه ها با استاد عادلی گرامر مبتدی تا متوسطه و همینطور سه شنبه ها با استاد عزیزی کتاب 504 و پنج شنبه ها با استاد قلی‌زاده مکالمه سوپر ادوانس در واقع فوق پیشرفته رو کاور میکنیم. حتما کلایو رو به دوستانتون معرفی کنین. کلایو شاید تقریبا نزدیک به 200 شب تقریبا ادامه دار خواهد بود. اگر کلایو های قبلی رو ندیدین دوستان حتما یوتیوب دنبال کنین، چون که کلاس زنجیره وار هستن و هم متصلن. چه بهتر که بدونین جلسه قبلی چه اتفاقی افتاد. دوستانی که تازه جون شدین و می نویسین که اولین باره که لایو اون رو می خواهید دنبال کنین، خیلی خوش آمدین، خیلی خوش آمدین و اینکه باعث افتخار ما شما دنبال میکنین. کلایو قبلیمون بچه ها در مورد هوش مصنوعی بود. لایو ها همه یوتیوب ذخیره میشن دوستان، میتونین دنبال بکنین. خانم ژینا رجب‌نیا خیلی خوش آمدین، خیلی خوش اومدین. دوستان پست آخر انگلیش توربو رو حتما چک بکنین، خیلی خیلی کاربردیه، خیلی. استاد جان اگر تو لایو هستین لطفا یه های بگین تا شروع کنیم. دوستان من آدرس یوتیوب رو براتون پین کردم. دوستان تازه وارد خیلی خوش آمدین. اگر در مورد دوره های انگلیش توربو سوالی دارین حتما هایلایت دوره ها رو نگاه کنین یا دایرکت بدین اساتید یا مسئولین مرتبط، حتما نسبت به سوالی که دارین راهنماییتون میکنن. من بهرامی هستم. You can call me Miss Life. دوستان استاد هنوز جوین لایو نشدن، بهترین فرصته که اگر سوالی دارین من در خدمتتونم تا جایی که بتونم توضیح میدم. ولی پیشنهاد میکنم که در واقع ساختارهای جلسه قبل رو با همگه دوره بکنیم. مثلا AI رو داشتیم. What does
AI stand for. With the advent of دیگه دوستان شما بگیم. سلام به همگی. سلام دوستان. سلام. دوستان در مورد اینکه از کجا باید شروع کنین زبان رو یا اگر سوالای گرامری دارین بهتره که دایرکت بدین تا مسئول مرتبط دقیق تر راهنماییتون بکنن. خانم مهدیه دوستان امشب در مورد اینکه فرزند سالاری خیلی باب شده قرار هست صحبت بکنیم، اینکه حالا چه مزایا معایبی داره. بین تدریس استاد کامنت ها رو باز میکنیم که در واقع یه پرکتیس داشته باشیم. حتما حتما جواب بدین، نگران این که اشتباه یا درسته اصلا نباشین. بگوییم به ما. سلام خانم بهرامی. سلام، بای. سلام، خوبین؟ من تصویرتون مشکرم. رو ندارم، شما تصویر من دارین؟ بله، یه ذره الان بگذره خوبی درست شما؟ میشه استاد جان. اوکی مشکرم. شما خوبی؟ خوبین؟ خوبی شما، خسته مرسی، نباشین. ممنونم. شما خسته نباشید. یک مقدار طول کشید تا این در واقع ریکوست به شما برسه. من 2-3 دقیقه بود ریکوست داده بودم. خب اگه موافقین شروع کنیم. اوکی شما؟ بله حتما. بله خواهش میکنم. خانم بهرامی عزیز، همونطور که خب میدونید از هفته پیشم اعلام کردیم، مثلا در واقع با خود بچه ها مطرح کردیم و خود بچه ها انتخاب کردن، قرار راجبه خانواده ها، این خانواده به عنوان یک یونیت صحبت کنیم. اما من دیدم الان فرصت خیلی خوبیه که من لایو آخر خودم رو تکرار کنم. صدای من میشنوین؟ بله. الان اگه بچه ها بشنون خیلی خوشحال میشن. من همین 1 دقیقه پیش در واقع نظرم رو عوض کردم، گفتم شروع لایو با تکرار لایو آخر خودم باشه و ادامش رو طبق برنامه راجب خانواده صحبت میکنیم. حالا چرا من اصرار دارم راجب اون لایو آخرم صحبت کنم و تکرارش کنم؟ دلیلش این بود که سرعت نت خیلی پایین بود و متاسفانه نشد که من مباحث اصلی رو بتونم تکرار کنم. یعنی توضیح دادم یه پیش زمینه بک‌گراند به بچه‌ها دادم تا اومدم وارد بحث اصلی بشم، مثلا کلا در حقیقت لایو کنفرانس می‌شد. اگه موافق باشین من اون لایو رو تکرار کنم، نکات خیلی خیلی مهمی داشت. یکی 2 دقیقه به بچه‌ها فرصت بدیم، کاغذ و دفتر و مداد و خودکار و ماژیکال هر چی دلشون می‌خواد کنار خودشون بذارن. مبحث فوق‌العاده مهمیه. بعد از این مبحث بلافاصله سویچ کنیم روی خانواده. موافقین؟ خواهش میکنم. بله you're the boss. خواهش میکنم. خب پس بچه ها یه 10 ثانیه 20 ثانیه فرصت دارین، خودکار، یه کاغذ، هرچند این لایف ها سیو میشه در ابتدا توی پیجمون، بعد از توی پیج لینکش در واقع آپلود میشه توی یوتیوب، از اونجا میتونید تماشا کنید. موافقین؟ بله خواهش میکنم. اوکی خب لایو آخر خودم که در واقع 2-3 شب پیش بود و متاسفانه ناقص بود به خاطر سرعت اینترنت، راجع به زمانها بود که همه باش مشکل دارن، اصلا پیر و جوون و کوچیک و بزرگ و معلم و غیر معلم و زبان آموز و غیر زبان آموز هم نداره، همه باش مشکل دارن. سند و مدرک من چیه؟ سند و مدرک من 3 سال در واقع راهنمایی و 3 سال دبیرستان و پیش دانشگاه دانشگاهه و این همه کلاس رفتن، اینی که بچه ها هنوزم با این زبان مشکل دارن. من یک بار برای همیشه اون شبم هم گفتم یک بار برای همیشه توی 3-4-5 دقیقه پروندهشو نسخهشو میبندن تمام میشه میره. اوکی موافقی؟ بله خواهش میکنم. اوکی تکرار میکنم، پس یک بار برای همیشه میخوام نسخه این زمان ها رو بپیچم و تمام شه بره. اوکی آماده این شما؟ بله. اگه شما آماده باشین صدای منو داشته باشین فکر میکنم بچه هم آماده باشن. خب من شروع میکنم، چون قرار سیو بشه زیاد منتظرتون نمیذارم. اوکی شروع کنیم.
همونطور که میدونید و بچه های دوره گرامر با پانتومیم خوب در جریان هستن، من یه مقدار طبقه بندی یا دسته بندی زمان ها رو عوض کردم. میدونید از اول و ازل گفتن که سه تا زمان داریم، گذشته، حال، آینده. من یه مقدار اینو دستکاریش کردم که راحت تر بشه هضمش کرد، راحت تر بشه مسئله فهمید. ببین بچه ها، خانم بهرامی، ما آینده نداریم، آینده رو میذاریم کنار، ازش فاکتور میگیریم. پس تکرار میکنم، زمان آینده نداریم، توی زمانهای تو زبانهای مختلف این زمان آینده رو میسازیم. میدونید توی هر زبونی هم این زمان آینده برای خودش یک علامتی نشونه داره. برای مثال توی فارسی توی زبان محاوره نه، البته توی نوشتار علامت آینده توی زبان فارسی چیه خانم بهرامی؟ خواهم. توی زبون نوشتار، توی به حال زبون خب رسمی تر، من خواهم رفت، خواهم گفت، صحبت خواهم کرد، خواهم توانست. توی زبان نوشتار علامت آینده خواهمه که متاسفانه چون توی محاورمون استفاده نمیشه، همینجا به مشکل برمیخوریم. اوکی، موقعی که داریم انگلیسی صحبت میکنیم چون این رو توی فارسی استفاده نمیکنیم، اتوماتیک تو خیلی از مواقع تکرار میکنم، تو خیلی از مواقع این ویل اتوماتیک میس میشه، میفته. اوکی تا اینجا اوکی؟ اوکی خانم بهرامی اوکی؟ من چون میگم خیلی ظاهرا نتتون ضعیفه، نت من ضعیفه. این از این. توی زبان انگلیسی علامت آینده ویله که همه میدونن. یعنی شما قاعدتا توی یک جمله اوکی بشنوید کلمه ویل رو، یا توی یک جمله ببینید ویل رو، متوجه میشه که دارن راجع به زمان آینده صحبت میکنن. عربی اینجوریه، ترکی. پس ما زمان آینده نداریم، فقط با نشون علامت در واقع کانسپت و منظورمون رو میرسونیم. تا اینجا اوکی؟ اوکی. اوکی. پس آینده رو میذاریم کنار، کلا میبوسیم میذاریمش کنار. زمان گذشتم که گذشته تمام شده، رفته، فعلا باش کار نداریم. زمان اصلی زمان حال خانم بهرامی. اوکی؟ اوکی. من الان اگه از شما بپرسم زمان اصلی کدومه، شما چی میگین؟ زمان حال ساده. زمان نه دیگه، زمان اصلی زمان حاله. تکرار میکنم، آینده که ولش کنیم فعلا، ازش فاکتور بگیریم چون ساخته میشه، ما زمان حال رو باید بفهمیم و درک کنیم تا زمان آینده رو بفهمیم. گذشتم که تموم شده، رفته، فعلا باش کاری نداریم. زمان اصلی ما زمان حاله. پس زمان کلیدی ما کدوم زمان خانم بهرامی؟ زمان حال. خب این زمان حال زمان کلیدی ماست. حالا این خود زمان حال 4 تا طبقه بندی داره، تمام و سلام. تکرار میکنم، زمان کلیدی ما کدوماست؟ حال. زمان حال. این زمان حال چند تا طبقه بندی داره؟ 4 تا. حالا به بهرامی، من از دوتای اولیش فاکتور میگیرم، زیاد روش مانوف نمیدم، مثال میزنم ولی زیاد روش مانوف نمیدم. دلیلش اینه که همه بلدن، اصلا نیازی به گفتن من، حتی معلم ها کتاب ها میدن، همه بلدن. از اون اول در واقع راهنمایی، دوم راهنمایی تا به ما گفتم، ما سریع فهمیدیم، گرفتیمش، هضمش کردیم. چرا؟ چون عینشو، عین این دوتا زمان در واقع مشتقات زمان حالو توی فارسی داریم. حالا اینو چی ان؟ دارم بازی میکنم. همه میدونن من بازی میکنم میشه I play. دارم بازی میکنم I am playing. همه اینو بلدن. پس من زیادش مانوف نمیدم. من بازی میکنم میشه چی؟ شما بگو. بودو بودو. I play. من انجام میدم. I do. من دارم انجام میدم، در حال انجام دادنم. I'm doing. باریکالا. من می نویسم سریع. I write. مرسی. دارم می نویسم. I'm writing. مرسی. پس من از این دوتا زمان سریع میگذرم. چرا سریع میگذرم؟ اصلا نیازی به یاد دادن هیچ وقت نبوده، همه بلدن، خیلی راحت استفاده میکنم، چون اینه معادلش رو بازم تکرار میکنم توی فارسی داریم. اما مشکل اصلی ما فارس زبونا، ما ایرانی ها، به اون دوتای بعدیه. چرا؟ چون معادل دقیقش رو توی فارسی نداریم. حالا اون دوتا زمان چی هن؟ آماده این بگم؟ بله. من دارم راجع به زمان کلیدی صحبت میکنم، زمان اصلی زمان حال، آینده رو ولش کنیم، گذشته رو بیخیال. زمان حال 4 تا طبقه بندی داره که این دوتا اولیش راحته، ببین سراغ دومش. قشنگ گوش کنین. کاش که الان من یه دونه تخته داشتم اینجوری میتونستم براتون بکشم، البته میگم تو دورا کاملا مشخصا اینجوری نمیتونم. شما تصور کنید یه دونه زمان حال کامل داریم، زمان ماضی نقلی، یه دونه هم زمان بازه که الان کاملا توضیح میدم. میخوام راجع به کاتگوری طبقه بندی شماره 3 و 4 صحبت کنم. 3 چیه؟
بهش میگن حال کامل، یه ماضی نقلی. من یه کلید به شما میدم، یه عبارتی کلیدی به شما میدم، خار بحرمی اینو حفظش کن الان بنویس که بعدنم تو بخش کامنت بنویسی، بچه‌ها اینو حفظش کنن، اصلا هم باهاش کاری نداشته باشن، از کجا میاد، چه معنی میده، چه جوری ساخته میشه، همینو دست نخورده استفاده کنن به صورت یک عبارت غیر قابل تغییر. بگم بهتون خانم بهرامی، بله بفرمایید. خانم بهرامی، هر موقع تو ذهن شما عبارت، تکرار میکنم، هر موقع تو ذهن شما عبارت آیا تا حالا شکل گرفت، این قسمت مغزتون انگلیسیش باید شکل بگیره بدون اینکه اصلا تغییری توش ایجاد کنه. حالا این چیه؟ Have you ever؟ اینو من بارها گفتم، انقدر گفتم اکثر بچه‌ها دیگه حالشون بد شده انقدر شنیدن از من. پس آیا تا حالا میشه چی؟ شما با من بگو. Have you ever؟ مرسی. Have you ever؟ من میپرسم، شما انگلیسی بگو. آیا تا حالا؟ بگو خانم بهرامی اگه صدای من میشنوی. آیا تا حالا؟ مرسی. یک بار دیگه، آیا تا حالا؟ Have you ever؟ مرسی. حالا اون برش چی میاد؟ قسمت سوم فعل میاد. قسمت سوم فعل چیه؟ اگه بلدید بگید، اگه بلد نیستید همون گذشته فعل رو بگید. الان دوباره این داستان میشه و کلی مسئله پیش میاد. آقا با زبون فارسی سلیسی که همه متوجه بشن، فعلا کارتون رو راه بندازید که به مرور زمان با گذشته، در واقع با قسمت سوم فعلام آشنا بشیم. گذشته سوم فعلام که آخر دیکشنری ها هست، آخر کتابای زبانم هست. حالا پس من یک بار دیگه میپرسم، آیا تا حالا؟ حالا بهنمی سری بگو، آیا تا حالا؟ Have you ever؟ مرسی. پس یه have you ever رو بدون اینکه تغییری توش ایجاد کنیم، میاریم اول جمله، یه فعل، فعل پی پی، یعنی قسمت سوم فعلام اضافه می‌کنیم به آخر جمله. از من بپرس، تا حالا تماشا کردی؟ تا حالا دیدی؟ تا حالا دیدین؟ Have you ever؟ بگو. Seen؟ هان شما اصلا. Have you ever seen؟ مرسی. مرسی. تا حالا تماشا کردی؟ میدونی تماشا کردن میشه watch. من خودم درست. Have you ever watched؟ تماشا کردن میشه watch. باریکلا. Have you ever watched؟ اوکی. خب خوردن میشه have. قسمت سومش هده. تا حالا این، تا حالا خوردین؟ تا حالا داشتین؟ تا حالا ماشین داشتین؟ Have you ever had a car؟ باریکلا. مطالعه کردن میشه study. تا حالا درس خوندی؟ Have you ever studied؟ مرسی. کار کردن میشه work. تا حالا کار کردی؟ Have you ever worked؟ خب پس من میخوام تا الان ما یه دونه عبارت داشتیم که باید حفظش کنیم. این عبارتی که باید حفظ کنیم چیه؟ آیا تا حالا میشه Have you ever؟ حالا برنامه اینو بنویس که بعدن، آره اینو بنویس که بعدن توی بخش کامنت ها واسه بچه ها پینش کنی. یه عبارت دیگه میخوام حفظش کنی، اصلا بهش فکر نکنی از کجا میاد، چه جوری ساخته میشه، اسمش چیه، اصلا بهش فکر نکن. همینو دست نخ، در واقع بدون تغییر یاد بگیرش. به قول خانم خودبندی یادش بگیر. اوکی؟ به قول خانم خودبندی یادش بگیرین. خب چی میگه؟ میگه من تا حالا نه. من تا حالا نمیشه I have never. تکرار میکنم، I have never. حالا I have never رو داریم، یک پی پی، یک قسمت سوم فعل به اون انتهاش اضافه میکنیم. خب شروع کنیم. بله. خب برنامه من تا الان نمیشه چی؟ I have never. مرسی. من تا الان تماشا نکردم. بگو سریع. I've never watched. تا حالا آفرین. تا حالا تا حالا نخوندم. I've never read. I've never read. باری که I've never read. Study. I've never studied. کار کردم میشه کار کردم میشه work. تا حالا کار نکردم. I've never worked. خب بگو اوکی شد. این سوالا شما از من میپرسم ازت جواب بده. تا حالا کار کردم میشه work. تا حالا کار کردی؟ Have you ever worked? تا حالا کار نکردم. I've never worked. مرسی. بریم ساختار بعدی. این شماره 3 بود. ببین اول و دومی راحت بود، من زیاد تکرارشون نکردم چون همه بلدن. این سومیه بود. سومیه چجوری بود ساختارش؟ آیا تا حالا؟ من تا حالا نه. آیا تا حالا؟ من تا حالا نه. Have you ever studied? No, I've never studied. Have you ever worked? No, I've never worked. Have you ever sent a letter? No, I've never sent a letter. Have you ever had a car? No, I've never had a car. بریم ساختار بعدی. خانم بهرامی، خواهی برمی عزیز، شماره 4 الان منو دارین؟ صدای منو دارین؟ تصویر منو دارین؟ این شماره 4 مثل همین شماره 3 با یکی دو تا تفاوت. شماره 4
اوکی. شماره 4 تفاوتش با این شماره 3 اینه که الان هم ادامه داره که همه میدونن ما اسمش رو توی توربو گذاشتیم ساختار بازه. حالا ساختار بازه یعنی چی؟ یعنی یه بازه زمانیه، از یک تایمی تو گذشته شروع شده تا الان هم ادامه داره. هممون میدونیم فلسفه ING توی انگلیسی یعنی اون اتفاق در حال انجامه، الان اون اتفاق داره میفته. فرد شماره 3 با این شماره 4 همینه، اون شماره 3 تموم شده به قول کتابا، اصلش تا الان مونده، شماره 4 الان هم ادامه داره. الان یه مثال بزنم کامل براتون جا میفته. فرمولش چیه؟ have been، have یا has been به علاوه فعل ING دار. مثال میزنم، تا حالا کار کردین؟ بپرس از من. Have you ever worked؟ مرسی. حالا خب این ساختار چی بود؟ have been ING دیگه، یه مدتی من دارم کار میکنم. ببین فرق این دوتا جمله رو خانم به بهرمی شما با هم بگو. I have worked for 3 years. I have been working for 3 years. این دوتا جمله چه تفاوتی با هم دارن؟ تکرار میکنم، سب کن. I have worked for 3 years. I have been working for 3 years. تفاوت این دوتا جمله چیه؟ دومی، اولی میشه که کار کردم برای 3 سال، دومی میشه همچنان هم مشغولش هستم، یا اینکه اثری از جمله. آفرین. تو جمله دومی ما یه ING داریم، این ING اتوماتیک به من القا میکنه که اون اتفاق، اون اکشن الان در حال انجام شدنه. بگو من 3 سال زبان خوانده ام. ببین شماره 3، حالا این بچه‌ای که 800 900 نفر 1000 نفر که دارن تماشا میکنن یادتون باشه، یادشون باشه وقتی میگم شماره 3 ماضی نقلیه، همون have PP. وقتی میگم شماره 4 یعنی همون اتفاق در حال انجام الان، میشه have been doing something. حالا بهره بگو شماره 3، 3 سال زبان خوانده هم بگو. I've studied English for 3 years. مرسی. 3 ساله دارم زبان میخونم. تکرار میکنم، 3 ساله دارم زبان میخونم. بگو. I've been studying English for 3 years. مرسی. شماره 3، 3 سال کار کرده هم. I have worked for 3 years. 3 ساله دارم کار میکنم. I've been working for 3 years. آفرین. تماشا کرده هم شماره 3، تماشا کردم. I have watched. 3 ساعت دارم تماشا میکنم. 3 ساعت دارم تماشا میکنم. I've been watching for 3 hours. مرسی. من 3 سال زندگی، من اینجا 3 سال زندگی کردم. ببین وقتی میگم من 3 سال اینجا زندگی کرده ام، الزاماً به این معنی نیست که الان اینجا زندگی میکنم. 3 سال اینجا زندگی کردم. الان من، خب من و شما ساکن تهرانیم، من خودم اینو جدی میگم، من خودم 5 سال اصفهان زندگی کرده ام. I have lived in Isfahan for 5 years. اما الان تهرانم. I have been living in Tehran for مثلا 6 ماه. مثال. اوکی تا اینجا اوکی؟ من بهم اوکی؟ درست شد؟ خب این تا اینجا. وقتی من ایزا جا به جا بشم، ببین وقتی صحبت هست، پس ما زمان اصلی رو یاد گرفتیم، تکرار میکنم، زمان اصلی یاد گرفتیم، زمان حال اون زمان کلیدی ماست که 4 تا طبقه بندی داشت. میخوام این مرور کنم بریم قسمت بعد. 4 تا طبقه بندی داشت. حالا 1 و 2 رو که توضیح نمیدم چون ساده و استمراری همه بلدن. 3 و 4 فقط توضیح میدم یک بار دیگه. 3 have has pp بود که تموم شده. 4امیه have been doing، اون ing القا میکنه که اون اتفاق همین الان داره میفته. اگه موافقین کامنت ها رو باز کنیم، من یه چند تا سوال از بچه ها بپرسم برگردیم سراغ مبحث بعد. اوکی موافقین؟ اوکی بله، منم موافقم. البته استاد عادلی زحمت کشیدن توضیح داد، من یه مقدار سیستم رو به هم زدم، سیستم رو به هم ریختم. استاد عادلی من عذرخواهی میکنم پیشاپیش، استاد عادل اینا رو توضیح داده، ولی من چون تو پیج خودم توضیح دادم، بچه‌ها خیلی دایرکت کرده بودن که با اینا رو از اول توضیح بدین، نت نداشتین، قطع شده، من مجبور شدم از اول از این فرصت سوء استفاده کنم و اینو بگم. خب خانم بهرامی بگم بهتون. بله خواهش میکنم. خودتونم بنویسید، بذارید بچه‌ها هم بنویسن، ببینیم کی زودتر بنویسه. بنویسید که تا حالا دیدی، خانم بهرامی بنویسید تا حالا دیدی. چشم دارم. مرسی. تا حالا دیدی؟ خب پس تا حالا دیدی؟ خب
نوشتین؟ تا حالا کردم. دیدین؟ Have you ever مرسی. seen؟ مرسی. Have you ever seen؟ من تا... مرسی از بچه ها. مرسی. نه من تا حالا ندیدم. من تا حالا ندیدم. بگی بچه ها؟ مرسی مرسی مرسی. آفرین آفرین بچه ها که آفرین آفرین خانم نگار و بالایی ها. مرسی خانم الهام و بالایی. البته من بالایی اسمشون رو یه لحظه رفت ندیدم. مرسی مرسی تینا آفرین. دقیقا باریکلا. آفرین 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 آفرین. Have you ever seen؟ باریکلا. Have you ever seen؟ باریکلا آقای اوباندی عزیز. آفرین. من تا الان ندیدم. I have never seen. آفرین. Have you ever seen؟ I've never seen. پس فرمولش اینجوریه. Have PP. Have یعنی قسمت سوم فعل. قسمت سوم فعل بلد نیستین؟ ایراد نداره. فعل سادهش استفاده کنین. حالا این شماره 3 بود. شماره 4 کدوم بود؟ شماره 4 have been یه ING هم داره فعلتون. حالا بهرامی شما برام بنویس. 3 سال کار کرده ام. تکرار می کنم. 3 سال کار کرده. 3 سال کار کرده ام. تکرار می کنم. 3 سال کار کرده ام. شماره 3 بود. اوکی. آفرین. I've never seen. باریکالا. آفرین. آفرین بچه‌ها. آفرین. آفرین. اسم یکی از بچه‌ها که اشتباه نخونم اره بود. نمایش رو بخونم. آفرین. I have never seen. باریکالا. Have you ever seen؟ I have never seen. باری کلا. 3 سال کار کرده هم. I بچه ها 3 سال کار کرده هم ING نداره. I have worked for 3 years. اوکی. باری کلا. آفرین آقا شایان. آفرین خانم فائزه. آفرین. I have worked for 3 years. مرسی خانم مهناز. آفرین حسین آقا. آفرین خانم ملیحه. آسف میشه جمله ها رو بخونین مثال رو. بچه ها میگن بچه ها میگن I have worked for 3 years که کاملا درسته. 3 سال کار کرده هم. I have worked for 3 years. آفرین این درسته. یک سری از بچه ها نوشتن I have been working. اون یه جمله دیگه است. در واقع اون شماره 4ه. شماره 4 کدوم بود؟ I have been working. خانم برنامه ببین فرق این دوتا جمله اینه. 3 سال کار کرده هم. I have worked for 3 years. 3 ساله دارم کار میکنم. I have been working for 3 years. تکرار میکنم. I have been working for 3 years. ببین خانم بهرامی شما میرید یه شرکتی برای اینکه درخواست کار بدید. خب میگید مثلا الان شرکت اینا خودرو این رفتین درخواست کار بدین. میخوام بگم من برای سایپا اون یکی شرکت عتیقه مثلا 3 سال کار کردم. چی میخوام به چی میگی؟ میگید ببین الان اینا خودرو میگید من برای سایپا مثلا 3 سال کار کردم. اوکی I have worked. آفرین. I have worked for in Saipa. آفرین. پس الان که اومدم اینا خودرو خب پس دیگه اونجا نیستم دیگه. پس I have worked for Saipa for 3 years. حالا اوکی. اوکی درست شد؟ بله. پس I have worked for Saipa for 3 years. حالا میخوام بگیم که من 2 ساله الان این اتفاق داره میفته. من 2 ساله دارم برای 2 ساله دارم برای اینا خودرو کار میکنم. 2 ساله برای اینا خودرو دارم کار میکنم. اوکی. I have been working for 2 years in ایران خودرو. آفرین آفرین. خب بچه ها کمابیش درست نوشتن. پس 3 سال کار کرده ام. I have worked for 3 years. 3 سال دارم کار میکنم. I have been working for 3 years. خب من یه عذرخواهی کنم از همه بچه ها. کامنت ها رو ببندیم بریم قسمت بعدی که خیلی مهمه. اوکی بله. خب ببندیم بریم قسمت بعدی. بچه ها قشنگ دقت کنین. اگه خاطرتون باشه که میدونم هست اول صحبت ها گفتم که آقا ما زمانی به اسم زمان آینده نداریم. تو هر زبانی این آینده برای خودش علامت داره. تکرار میکنم من این جمله خودم رو 1000 بار تکرار میکنم که قشنگ برای بچه قابل در واقع هضم و درک باشه. اوکی این عکس بابا بزرگم بود. بازم تکرار میکنم خیلی خوب گوش کنین. من باز همین جمله رو تکرار میکنم. زمانی به اسم آینده نداریم. این زمان آینده فقط علامت داره تو همه زبانها. اوکی این به این معنی که خانم بهرامی یادتون میاد گفتم زمان اصلی کدوم هست؟ زمان اصلی کدوم بود؟ یادتون میاد؟ حال که 4 تا بود دوتای اولش. آفرین. زمان باریکلا. زمان اصلی زمان حال بود. چند تا طبقه بندی داشت؟ چند تا کتگوری داشت؟ 4 تا. مرسی. اون اولیه دومی گفتم راحت چیا بودن با پلی بسازیم. من بازی میکنم. بگو من بازی میکنم.
I play, I'm playing. آفرین. بذار من فارسی بگم. بازی میکنم. I play. دارم بازی میکنم. I'm playing. بازی کرده ام. I have played. مثلا من این بازی رو قبلا کردم. خب من قبلا فوتبال بازی کرده ام. I have played soccer before. یه مدتیه دارم فوتبال بازی میکنم. شما بگو خانم بهرامی. I have been playing soccer. خانم بهرامی میخوام یه نکته بهت بگم، مثل عجیم عجی لاتر عجی. بچه ها این حالا چند صد نفری که دارن تماشا میکنن، حدودا 1000 نفر. بچه ها میخوام یه چیزی بهتون بگم، مثل حالت عجیم عجی لاتر عجی داره. تو یک ثانیه من این آینده رو تو ذهنتون جا بندازم، منتها این به این شرطه که شما کاملا حرفای قبلی منو متوجه شده باشید، که قدم قطعا متوجه شدید. گفتم زمان اصلی زمان حاله، 4 طبقه بندی داره: حال، استمراری، نقلی و این زمان بازه که آی ان جی داشت. خب اینو قشنگ تو ذهنتون مرور کنید. یه نکته بگم، زمان آینده رو، پروندهش رو تا ابد ببندم بره. آماده این؟ yes. اوکی؟ yeah. حالا برامی بازم تکرار میکنم، آینده وجود نداره. آینده یک کانسپت، یک مفهوم تو ذهن من و شما. آینده که نیومده، نه کسی آینده رو دیده، نه کسی راجب آینده خبر داره، نه کسی میتونه پیش بینی کنه چه اتفاقی میفته. آینده فقط یک کانسپته. این 4 تا زمان بودن خانم بهرامی؟ بله. چی بودن؟ یه دونه حال ساده بود، یه دونه استمراری، یه دونه نقلی، یه دونه یه دونه آخری شماره 4. درسته؟ یادتون میاد؟ بله. خانم بهرامی آینده وجود نداره. اگه من الان چشمم رو ببندم، خود الان زمان حاله، اگه من چشمم رو ببندم خودم رو 1 ساعت دیگه فرض کنم، متوجه میشین همگی بچه ها؟ از من چشمام ببندم، من الان چشمام رو میبندم خودم رو 1 ساعت دیگه فرض میکنم، این 4 تا زمانی رو که داشتم اونجا اتفاق بیفته، یه ویل بهش اضافه میکنم، هیچ تفاوتی هم ایجاد نمیشه، فقط این 4 تا اتفاق تو آینده میفته. وا یعنی چی؟ هیچ چیز عجیبی نیست. بازی میکنم، 1 ساعت بعد بازی میکنم، فقط یه علامت، بازم تکرار میکنم، یک علامت بهش اضافه میشه. اون علامت چیه؟ اون علامت ویل هستش. من الان خانم برنامه بازی میکنم، شماره 1 بازی میکنم، میشه چی؟ I play. آینده حالا یه دونه ویل اضافه کنم میشه چی؟ I will play. I will play. تکرار میکنم، شماره 1 چی بود؟ play. آینده، آقا آینده یعنی will. من خودم رو تو آینده دارم تصور میکنم، هم من تو آینده بازی کنم میشه ویل پلی، چیز عجیب غریبی هم نیست. شما به من بگو خانم بهرامی، میشه من دارم بازی میکنم چی میشه؟ I play. دارم بازی میکنم استمراریه دیگه. I play. بلندتر میگی خانم بهرامی؟ I'm playing. I am playing. خانم بهرامی من الان دارم بازی میکنم، اگه خودم رو 1 ساعت بعد فرض کنم تو آینده، همین اتفاق تو آینده در حال افتادن، فرقی نمیکنه. برای من و شما قابل در واقع شاید درک نباشه زیاد، چون ما زیاد رو آینده مانور نمیدیم توی فارسی. اوکی، فقط تصور کنید اگه تو آینده من یه کاری رو در حال انجام دادن باشم، از این ساختار استفاده میکنم. همین حال استمراری است، فقط یه ویل کنارش میاد، با این تفاوت که فرمولش عوض میشه. الان من میگم I am playing، آیندهش میشه will. حالا دیگه am playing نمیگم، am بعد از will نمیاد، am تبدیل میشه به be. این رو ثابت حفظ یادش بگیریم و تمام. خانم بهرامی پس will be playing میشه یه اتفاقی در آینده در حال انجام شدنه، یعنی 1 ساعت بعد. همین حال استمراری است، آینده will کنارش میاد، تمام. حالا یه پسوردم بهت میدم خانم بهرامی، کیف کنی. آماده ای؟ بله. من چون بخواهم جلو آماده؟ خانم بهرامی اینو یادداشت کن، هر موقع تو ذهنت عبارت قراره شکل گرفت، انگلیسیش میشه will be doing. تمام، اصلا دیگه بهش فکر نکن. تکرار میکنم، من قراره رو شما موظفی بگی I will be doing something. من قراره بازی کنم چی میشه؟ شما به من بگو من قراره بازی کنم. I will be playing. تمام.
تماشا کردن میشه واچ. خانم بهرامی شما به من بگو من قراره تماشا کنم، اصلا دیگه بهش فکر نکن، بساز سری بهش فکر نکن. I will be watching. آفرین. معرفی کردن میشه introduce. من قراره خودم رو معرفی کنم، بگو سری اصلا بهش فکر نکن. قراره میشه will be. مرسی. I will be introducing. توصیف کردن میشه describe. من قراره توصیف کنم. خب خانم بهرامی برگشتن. خانم بهرامی من قراره توصیف کنم. I will be describing. بچه‌ای که دارید تماشا میکنید اصلا بهش فکر نکنید اسمش چیه، فامیلش چیه، این ساختاره نمیدونم عنوانش، اصلا بهش فکر نکنید. قراره will be doing something. فرستادن خانم بهرامی میشه sent. من قراره بفرستم. I'll be sending. خب فکر میکنم مطالب امشب زیاد شد. اگه موافق باشین من اون زمان 3 و 4 بود گفتم have PP have been doing something بود. یه گریزی بهش میزنم ولی توضیحات اصلیشو من موکول میکنم به هفته بعد. حالا گریز من چیه؟ اگه بچه هایی که دارن تماشا میکنن باهوش باشن، خیلی باهوشن، خودشون این جملات رو قشنگ درک میکنن. یادتون میاد گفتم زمانی به نام زمان آینده نداریم، فقط یک چیز ساخته یه تو ذهن من و شما، یه علامت داره، علامتش هم تو انگلیسی ویله. یادتون میاد؟ بله. خب همین زمان 3 و 4، زمان 3 چی بود؟ have pp بود. زمان 4 have been doing. همین اتفاق تو آینده بیفته، تصور کنم که تو آینده افتاده، یه will بهش اضافه میکنم. زیاد سختش نمیکنم، فقط یه سوال میپرسم از شما و از بچه ها. خانم بهرامی تو فارسی ها، سوال من کاملا فارسی، هیچ ارتباطی هم به انگلیس نداره، شما این سوال من رو به فارسی جواب بده. ببین فرد فردا فرد امروز چهارشنبه است؟ امروز چهارشنبه است. فردا چهارشنبه است؟ جمعه. پس فردا چهارشنبه است؟ طبیعتا شنبه. امشب که پنجشنبه است، فردا جمعه است. خانم بهرامی فردا چی میشه؟ فردا چه میشه؟ tomorrow. فردا میشه tomorrow دیگه، من با بزرگم اینجاست، بذار بپوشونمش. فردا میشه tomorrow. خب خانم بهرامی توی فارسی هیچ ارتباطی به انگلیسی این سوال نداره، شما به من بگو فرق فردا با تا فردا چیه. تکرار میکنم، فرق فردا با تا فردا چیه توی فارسی؟ میتونی من بگی؟ تا فردا چه یه بازه زمانی. آفرین، یه بار دیگه بلند 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 نشیدم. تا فردا میشه یه بازه زمانی. آفرین، یک بار دیگه. تا فردا میشه یه بازه زمانی، فردا دیگه میشه خود فردا. آفرین. بچه ها اگر اینو خوب درک کنیم امشب انگلیسیشو به راحتی متوجه میشیم، اگه اینو توی فارسی درک نکنیم اصلا به انگلیسیش فکر نکنیم. همونطور که خانم بهرامی گفت فرق فردا با تا فردا اینه، وقتی میگم فردا منظور من جمعه است، یعنی امشب پنجشنبه است، فردا جمعه است. وقتی میگم فردا یعنی فردا، یعنی کل جمعه فردا. اما وقتی میگم تا فردا، خانم بهرامی جمله رو دقیق گفت، یعنی تا فردا یه اتفاقی افتاده تموم شده رفته. اوکی فردا این عبارت هم میخوام یاد بگیریم حفظش کنیم. تا در حقیقت فردا میشه tomorrow. تا فردا این عبارت رو باید حفظش کنیم. تا فردا میشه by tomorrow. من وقتی دارم میگم تا فردا یعنی یه اتفاقی از الان تا فردا میفته تمام میشه میره. اوکی شد؟ بله. انگلیسیش چی میشه؟ tomorrow by tomorrow. امشب tonight. تا امشب by tonight. تمام درست شد؟ حالا خانم بهرامی من میخوام یه دوباره عجیم عجیل و ترجیه کوچولو انجام بدم. فردا چیز آینده چی میشه؟ آینده یعنی چی؟ آینده یعنی چی؟ فارسی یا انگلیسی؟ انگلیسی آینده یعنی چی؟ will. مفهومش یعنی نه دیگه، مفهوم آینده یعنی نشونش چی بود؟ will. یک دقیقه بعد یعنی چی؟ یعنی آینده. یعنی ویل دیگه. اینو باید متوجه بشیم، هر ثانیه هر لحظه از الان به بعد یعنی ویل. با یک علامت توی انگلیسی نشونش میدیم و اون علامتش چیه؟ ویل. خانم بهرامی 3 دقیقه بعد یعنی چی؟ ویل. 5 دقیقه بعد یعنی چی؟ ویل. آخر این کلاس یعنی چی؟
امشب یعنی چی؟ will. آخر این ماه. will. پس اینو باید متوجه بشیم که هر مومنتی، هر لحظه از الان به بعد میشه will. درست شد؟ اوکی شد خواهم بهرامی عزیز؟ بله. اگر ما اینو ببین، اگر همین نکته ساده رو ما متوجه بشیم، ساختن آینده با اون چهار تا فوق العاده کار راحتیه. من انجام میدم. یعنی ببین این علامت، میدونی دیگه، تو دوره گرامر با پانتومیم من اینو با من آینده رو با ویل نشون دادم. حالا داستانش طولانیه. من بازی خواهم کرد. ببین این آینده است، I will play. در آینده دارم بازی میکنم یا قراره بازی کنم، I will be playing. زمان 3 و 4 بعدن بهتون میام، بچه گیج نشن دیگه، بتونم شب بخوابم با خیال راحت. خب اگه موافق باشید ما کامنتو باز کنیم. سوالی که بچه یه خبر خوبم به بچه ها بدم. آره. یه خبر خوبم به بچه ها بدم. من سالها بود که واقعا داشتم روی پلن کار میکردم و بالاخره محقق شده. از هفته بعد تبلیغات گسترده شروع میشه. اون پلن جدید چیه؟ توربو کنکور خانم بهرامی. تو بخش توربو کنکور من اصلا شاید تو زبان انگلیسی تخصص نداشته باشم، شاید تو انگلیسی تخصص نداشته باشم، تو تدریسم تخصص نداشته باشم، تو آیلتس هم تخصص نداشته باشم، ولی تو خود کنکور اصلا دستی دارم بر آتش نگم براتون. توربو کنکورمون واسه بچهای کنکوری یعنی هفته بعد شروع میشه، اصلا نگم براتون چه اتفاقات خفنی قراره بیفته. حالا کامنت رو باز کنید، بچه‌ها سوالی هم بپرسن. اوکی. بله. تو بچه ها میان خانم بهرامی از شما چند تا سوال بپرسم؟ بله. من قراره بازی کنم چی میشه؟ I will be playing. مرسی. یک بچه سوال جالب پرسید. خانم بهنوش از دالاس. یکی از بچه ها پرسیدن که برای کنکور دکترا، هم برای ارشد، هم برای دکترا، هم برای کارشناسیه. مرسی از خودتون خانم بهار. مرسی. آره حتما میگم. این در واقع دو تا زمان بعدی که خیلی هم راحته بهتون میگم. فقط ما درک کنیم که آینده یعنی ویل. خانم بهرامی پس فردا یعنی چی؟ پس فردا، پس فردا یعنی بگین ویل. مرسی. ویل آفاین. هفته بعد یعنی چی؟ ویل. مرسی از خودتون. من قراره برم چی میشه؟ I will be going. آفاین. قراره انجام بدم چی میشه؟ I'll be doing. آفرین. من قراره درس بدم. I'll be teaching. مرسی. بچه های من دوباره نکته دیگه بگم با اجازه خانم بهرامی. بچه های اگه سوالی دارین حتما به پیج خودم دایرکت بدین، همین IELTS Turbo که بچه ها اونجا خودم هستم، چون انگلیش Turbo دایرکت خیلی زیاده، مثلا جرئت ندارم برم باز کنم، ولی IELTS Turbo رو خودم هستم، حالا با کمک بچه ها داریم جواب میدیم، ولی واقعا اون خیلی وحشتناکه. من حالا برمی 2 هفته پیش نزدیک 8000 تا دایرکت داشتیم. باورتون میشه؟ یکم باورم نمیشه. 8000 تا دایرکت خیلی زیاده، خیلی وحشتناکه. دمشون هم گرم. نزدیک 7-8-10 تا ادمین داشتیم بنده خدا. یعنی من راجع به ایده رو نیدارم حتما صحبت میکنم. استاد صدای منو داری؟ بله. خانم شیری میگن انقدر تون تون صحبت میکنید میخواید سریع تمامش کنید بره. نه من کلا سبک صحبت کردنم، سبک راه رفتنم، ماشین سواری، غذا خوردن، آب خوردن، همش کلا خیلی تنده. اوکی هم نیست البته، میدونم، ولی خب عادت دیگه، خیلی سخته. بله لایو امشب حتما سیو میشه. آها من یه بار یه توضیح بدم. ببینید I will be doing something یعنی قراره، I'm going to do something یعنی قصد دارم، من قصد دارم برم، I'm going to go، من قراره برم، I will be going. اینا رو با هم اینجوری یاد بگیریم به صورت عبارت ثابت که دیگه با هم قاطیش نکنیم. قصد، ببینید بذار اینو به صورت کاملا قراردادی با هم حفظش کنیم. من قصد دارم میشه I'm going to، قراره I will be doing something. مثال بزنم، من قصد دارم بازی کنم، I'm going to play، اما قرار بازی کنم I will be playing. بذارید اینا رو قراردادی حفظشون کنیم. خانم فرنوش، من by tomorrow رو گفتم بذارید فعلا نگهش دارم، ما فعلا متوجه بشیم که آقا اصلا این کانسپتی مفهوم آینده یعنی will. این will رو من تو جملم بیارم بقیهش خیلی ساده است. اسم این دوره کنکورمون توربو کنکوری که حتما در حقیقت هم پستشو میذاریم، هم
استوریشو میگذاریم، هم لایوشو میاریم. سلام سلام سلام، واه کف کردم خانم بهرامی. من فکر میکنم انقدر توضیحات طولانی شد اصلا نتونیم راجع به مسئله اصلی صحبت کنیم، درسته؟ خانم بهرامی شما میخواید چند دقیقه زحمت منم بکشید حالا راجع به این فامیلی میدونم صحبت کنی؟ در مورد خانواده من دیگه انرژی ندارم. انرژی دارم اما خواب رفته، فکر میکنم اصلا 2-3 ساعت نتونم پامونده تکون بدم. با ما بکنم شروع بکنیم خیلی بهتر باشه، یعنی که میخواین از بچه های سوالی کنین چون برنامه بوده که در موردش صحبت بکنیم، لطفا انجامش بدین. میدونم خسته هستین ولی لطفا میخواید من راجع به من یه کاری کنم، هم راجع به این نکته که امشب داشتیم یه چند تا مثال تو قالب خانواده به بچه ها بگم، شما بنویسید که بعدا استوری کنیم، موافقین؟ خواهش میکنم. استاد میخواین خب از بچه ها حالا توی فرمت این مباحث امشب سوال بپرسید، دوستان نظر بدن، بچه ها میدونی دلیلش چیه خانم بهرامی؟ به خاطر اینکه سوال بچه‌ها که در حقیقت کامنت میذارن خیلی دیر میاد بالا، قاطی پاتی میشه. من به اندازه خودم خیلی زیاد جواب دادم، کلی استرسی برمار کردم. باش، یکی از بچه ها سوال خوبی پرسید، بذار من تو قالب همون جواب این ساختارم استفاده کنم. ببین یکی از بچه ها گفت که راجب لیگ قهرمانان اروپا صحبت کنیم که اصلا من عاشقشم. لیگ قهرمانان اروپا میشه چمپیونز لیگ، خب؟ چمپیونز لیگ برگزار شدن بچه ها، مرسی لوستن، برگزار شدن میشه تیک پلیس. خانم بهرامی بچه ها قشنگ گوش کنین، برگزار شدن میشه تیک پلیس، جام قهرمانان اروپا میشه چمپیونز لیگ. چمپیونز لیگ رو شما نمیخواد بنویسید، فقط بنویسید که قراره برگزار بشه. چمپیونز لیگ شما هم میگم قهرمانان اروپا قراره برگزار بشه، برگزار شدن میشه تیک پلیس. شما به من بگید قراره برگزار بشه چی میشه؟ نه خیرم، فقط بایر مونیخ. بابا یوونتوس تونم که پارسال زدیم با بولدوزر عروش رد شدیم، من بایرنی ام. بچه ها قراره برگزار بشه. بارسلونی که دیگه اصلا نابود کردیم که. و هشتار یادتون نره بچه ها، هشتار یادتون نره. ببینیم بچه ها قراره، بچه ها قراره برگزار بشه. آها آها، آفرین آفرین آقا پوریا، آفرین. بایر مونیخ بایر مونیخ بایر مونیخ. ببینید اگه من بگم will take place میشه برگزار خواهد شد، غلط نیست، اما میخوام بگم قراره برگزار بشه. آفرین خانم لیدی باریکل. آها آفرین، حالا شد آفرین. آفرین خانم نگین و بقیه بچه، آفرین آفرین آفرین. یه ing هم بهش بدید درست میشه. آفرین ایول به بایر مونیخ، آفرین. استاد جمیش مثال ها رو بخونین که در واقع دوستان که یوتیوب دنبال میکنن که آها چشم. CL به قول بچه ها CL یا Champions League خب یعنی جام باشگاه اروپا برگزار خواهد، قرار برگزار بشه، will be taking place، مثلا تو آلمان قرار برگزار بشه، it will be taking place in Germany. یا جام جهانی میشه the World Cup، جام جهانی قراره توی مثلا روسیه برگزار بشه، the World Cup will be taking place in Russia. اوکی بایر مونیخ قراره قهرمان، بایر مونیخ قراره ببره، بایر مونیخ will be winning، بایر مونیخ قراره بقیه رو له و لورده کنه، یعنی قشنگ با بولدوزر رو همش رو رچه، بایر مونیخ will be destroying and beating other teams. اوکی پس بایر مونیخ قراره برنده بشه، بایر مونیخ will be winning، will be حالا هرچی دیگه تمام. آفرین، it will be taking place in Germany. آره دیگه قرار برگزار بشه در حقیقت، اولا که خانم بهرامی قرار برگزار بشه چه زمانیه؟ اول من زمانش رو تو فارسی بفهمم، چه زمانیه؟ آینده که در حال انجام شده. آینده یعنی چی؟ یعنی یک دقیقه بعد، سه دقیقه یعنی will دیگه، آینده یعنی will، قراره یعنی will be doing something، پس قراره برگزار بشه will be taking place. یکی از بچه ها پرسی فرق will با should چیه؟ بچه ها شباهتی با هم ندارن، will علامتیه
یک در واقع به صورت قراردادی، ویل یعنی آینده، شود یعنی بهتره. اگه موافق باشی وای دیگه من کم آوردم، موافقیم بقیه‌اشو بزن هفته بعد؟ وای خواهش میکنم. مرسی بچه. اوه اگر سوالی دارین حتما دایرکت کنین. آفرین درسته، هم قاطی کردم هم خواهم خسته شدم. اگه سوالی ده بچه دایرکت کنین. و اینکه چی میخواستم بگم استاد جان، میشه یه مسئله رو بگم؟ بله حتما. در مورد موضوع کلایو بعدیمون همین فرزند سالاری بمونه؟ فرزند سالاری باشه. ما امشب هم در واقع یه جورایی مداخله کردیم یا اختلال ایجاد کردیم تو کلایف های آقای عادلی. خانم بهرامی، من وظیفه‌ام حتما از خانم افشین پیروانی تشکر کنم که الان اینجا هستن. حالا خب به افتخار پرسپولیسیا، پرسپولیس امسال قرار قهرمان جام باشگاه آسیا بشه. خانم افشین پیروانی هستن، فکر کنم خودشون هم هستن. پرسپولیس قرار قهرمان بشه. پرسپولیس will be winning جام باشگاه آسیا رو. پس قرار قهرمان جام باشگاه آسیا بشه. پرسپولیس will be winning جام قهرمانی آسیا رو. خانم پهلوانی سلام، خیلی خیلی بهشون برسونید زیاد. بریم پس تا برگردیم. بای، مرسی از شما استاد، متشکرم، عالی بود. مرسی خدافظ. همتون بخیر باشید. مرسی خدافظ. خب دوستان خسته نباشین، خیلی مطالب سنگین ولی کاربردی بودن. ما قرار بود در مورد یک مسئله دیگه ای صحبت کنیم، یه موضوع دیگه ای بود در مورد فرزند سالاری که خب استاد حالا بنا به مسئله که پیش اومده بود تغییر دادن و کلی هم که از من سوال پرسیدن، خدا رو شکر سربلند اومدم بیرون. دوستان کلایو امشب مثل کلایوهای قبلی یوتیوب ذخیره میشه، آدرسش رو براتون پین کردم. اگر کلایوهای قبلی رو از دست دادین حتما دنبال بکنین، چون که کلایوها زنجیره بار هستن و اینکه چه بهتر که شما بدونید که توی کلایو قبلی در واقع چه مباحثی کاور شد. ممنون که امشب هم همراه ما بودین. اگر سوالی دارین از استاد یا در مورد کلایو امشب حتما به پیج خود استاد دایرکت بدین. و اینکه در مورد دوره‌های انگلیش توربو هایلایت دوره‌ها رو بخونین، سوال داشتین دایرکت بدین، مسئولین مرتبطه حتما راهنماییتون می‌کنن. اگر سوالی ندارین منم از حضورتون مرخص بشم. راستی موضوع کلایو بعدیمون با استاد قلی‌زاده شد در مورد فرزند سالاری. بکنم سوالی نداریم. جمعه و شنبه که بچه ها کلایف نداریم، ما هر شب به جز جمعه ها و شنبه ها ساعت 10 شب. آیلز توربو پیج استاد هست. دوستان پیج از خواهیم کنم پست آخر توربو رو حتما نگاه کنین، در مورد انواع نگفتنه حتما نگاش کنین چون خیلی کاربردیه، حتما به دردتون میخوره. شبتون بخیر باشه. یه سری دوستان تازه دارن سلام میکنن، من خیلی عذرخواهی میکنم. لایو ما ساعت 10 شب شروع میشه، رأس 10 شب شروع میشه، تقریبا تا به الان هم ادامه دار خواهد بود. متشکرم که امشب هم همراه ما بودین. آخر هفته خیلی خوب داشته باشین. شبتون بخیر.